حالا یک مسئله که در واقع به جمهوری اسلامی خیلی تهمت شدید و بزرگی زده میشه و همچنان هم ادامه داره و معمولا رسانه‌های خارجی دنبال میکنن، موضوع در واقع نفاقه، برخورد جمهوری اسلامی با نفاق هستش که اوجش در سال 67 بعد از مرسات است. خب شما هم اطلاعات خارجی بودید، هم در اون ماجرای در واقع در این ماجرا حضور داشتید، حالا خودتون توضیح بدید که به چه نحوی بوده. این شبهه رو در واقع کمتر به نظرم پاسخ داده شده که اصل ماجرا چی بوده، چه اتفاقی افتاده. اگر صلاح میدونید در مورد این صحبت کنیم. ببینید، طرف مقابل شما داره دروغ میگه، تهمت میزنه، به هر خباستی هم دست میزنه، از هیچی پروا نداره و با دشمنان شما هم در همه جزئیات هم حتی هماهنگ میکنه و از هیچ اقدامی از علیه شما هم ابا نمیکنه. شما در این میدان هستی، انتظار دارید در این میدان ما نقشای عملیاتیمون راحت بیایم بیان کنیم یا موضوعاتی که او میتونه دستاویز خودش قرار بده و هر روز علیه ما چماق درست کنه و صد تا حرف منطقی و درست و مقبول ما رو تو فضای رسانه‌ای گوشه رینگ ببره، تو تاریخ خانه ببره و اجازه بروز ظهور نده، دو تا نقطه که خود ما هم قبول داریم نقطه ضعف این رو بگیره و بنا باشه پرونده یک تاریخ مهم رو با دو تا سه تا موضوع، سه تا حادثه بتونه تفسیر بکنه و تثبیت کنه در افکار عمومی، این که حتما کار شایسته ای نیست. ما تمام بوغای تبلیغاتی رو این قصه متمرکزه. اون دشمن خائن جنایتکار هم به عنوان ابواب جمعی و لشکر دشمن داره عملیات میکنه. وقت انتظاره که حالا من تو وسط میدون جنگ بیام از بحثای حقوقی و نمیدونم مراقبت‌های حقوق شهروندی و انسانی و اینجاش اینجور شد اونجاش اینجور حرف بزنم، خب من تو خاکریزم دارم تیراندازی میکنم، جلوم حالا یه آدمی یه بار اومده برای بازدید از خط اونجا، نیرو جنگنده با من نیست، ولی خب من وظیفه‌ام بزنم، میزنمش، من دارم گلوله میندازم، این گلوله رو میندازم تو اونجا بغلش به روستا هم میخوره، ولی دشمن وایساده اونور. شما از من سوال میکنید که تو روستا چرا خمپاره انداخت؟ میگید کانتکس اون دوران جنگ بوده اصلا. ببینید اساسا یعنی چه جنگ بوده؟ اصلا جنگ بوده، همینا میگم. ببینید دیگه این دشمنی بدتر هم میشه، تمام دنیا چهرهتون رو تخریب میکنن. هیچ تخریبی تا امروز در این 40 سال گذشته اتفاق نیفتاده مگر اینکه منافقین پای اصلیش هستن. ما با منافقین الان حسابمون تصفیه نکردیم، ما این حرفا رو بعد از تصفیه حساب خواهیم زد، شوخی هم نداریم. ما هنوز باید اینا بیان پاسخ جنایت هاشون، خیانت هاشون. حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم، منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه میشن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات باید محکوم بشن. اونایی که تو زندان بودن ببینید، اونایی که توبه کردن ببینید، اصلا شما وقتی که میرید تو زندان به یه آدم جانی جنایتکار تروریست بهش ارفاق مرحله‌ای میکنید اما معلق، و او پس از مدتی رفتاری میکنه که داره در عمق توطئه داره عملیات میکنه و داره همدستی میکنه، شما بعد عوامی و سادگی به خرج بدید اجازه به هر عملیاتی میخواد بکنه؟ چی این کارو میکنه؟ اینکه اعدام شدن همه همدست بودن، اگه اصرار داشتن به همدست. ببینید اصلا اینا عرف حقوقی حداقلی بود که رعایت میشده، اصلا کسی در این تردید نداره، حتی کسی به دروغ اومدن اذعان ابراز کردن که ما نیستیم، قرار شد که حرفشون گوش بشه، واسه کسی گوش بشه. ولی کسی که تو نقش عملیاتی طرح فرارش ریخته، فردا قرار جمارانو بگیره، امامو بگیره بکشه و همه اطرافیان امام بکشه، صدا سیما رو بگیره و مراکز حکومتی رو بگیره، بهش نقش عملیاتی داده شده کجا برو کجا برو چه جور بکن، اینا ما سادگی به خرج بدیم بگیم نه تو که تو خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی بودی، تو شنود می‌کردی، تو تعمیر ماشین می‌کردی، ها اینجور باید صحبت کنیم. تو هر کی تو خط دشمن، دشمن رو باید چیکارش کرد؟ دشمن رو جنگید. ما هنوز تصفیه‌سازی نکردیم و وقت این حرفا نیست، وقت تصفیه حساب الان.
امروز هم منافقین خائن ترین دشمن این ملتن و امروز باید اینا بیاد جواب بدن و بعد پای میز محاکمه بیان به حساب تک تکشون هم باید برسیم. و حالا ما متاسفانه به خاطر فضای روانی و یا جهالت یه عده و حماقت یه عده متاسفانه حالا فضلا بدهکاریم، پاسخ باید بدیم، ما باید پاسخ بدیم، جنایتکارا باید بیان جواب پس بدن. این حرفا چیه الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضا هی گفتم چه تاریخ، تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه. ببینید اصلا موضوع بحث باید کاملا شفاف و روشن باشه. نه به نظر من منافقین روشنه، ما اصلا در خصوص منافقین هیچ مشکلی، پیچیدگی، هیچ ابهامی نداریم. الان وقت جنگیدنه، وقت حرف زدن نیست. این موضوع مهم ماست. الان وقت به حساب رسیدنه، وقت اینا رو زمین گیر کردن، به حسابشون رسیدن، محاکمه کردنه. وقت اینکه دنیای جنایتکار طرفدار تروریستی که پشتیبانی از این میکنه اونا رو زمین گیر کردن، اونا سر جاشون نشوندنه. وقت ایناست. وقت جواب نمیدم حقوقی و آقا اونجا تو دادگاه اون قاضی خوب عمل کرد، اون قاضی بد عمل کرد، نمیدم پرونده خوب بسته شد، خب بله این قوه قضاییه امروز هم شاید خیلی ضعف داشته باشه یا جا اشتباه کرده باشه. خب حالا مگه ما بنات دفاع از اشتباهات بکنیم؟ ولی بحث اشتباه نیست. اصلا این موضوع انحرافی، کسی روی این موضوع بخواد کار کنه. اینم به نظر من حالا البته وقتش انشالله جزئیات این مطالبم پس از اینکه به حساب انشالله منافقین که رسیدیم به وقتش هم انشالله این مطالب با جزئیات بیشتری روشن خواهد شد.